بسم الله الرحمن الرحیم چند مسئله در رابطه با مسافر که مربوط به احکام رمضان هم میشه انسان در جایی به دنیا میاد که وطن پدر و مادرش هست گرچه در اونجا بزرگ هم نشود و همین مقدار که وطن والدینش هست متولد در اونجا باشه این وطن اصلی او حساب میشه وطن اول و وطن اصلی این نظر حضرت امام رضوان الله علیه و اکثر آقایون مراجع معظم تقلید بعضی از فقها ها فرمودن که در جایی که به دنیا میاد در اونجا رشد و نمو داشته باشه یعنی بزرگ شده اونجا باشه بنابراین صرف این که در یه جایی به دنیا بیاد بعد از اونجا کوچ بکنن مهاجرت بکنن سفر اول حساب نمی شود به نظر برخی از حضرات آقایون و اما وطن دوم محل سکونت دائمی است که انسان انتخاب میکنه در اونجا به دنیا نیامده و امروز ما فراوان داریم چون مهاجرت زیاده افرادی که مهاجرت میکنن به جای دیگر غیر از وطن اصلی اگر بنای اونها این باشه که تا آخر عمر در اونجا بمانند از اول قصد اقامت همیشگی داشته باشن این وطن دوم حساب میشه و احکام وطن داره یا اگر قصد اقامت دائمی هم ندارن به مقداری اقامتشون طولانی بشه که عرفن اونجا رو وطن او بدانند 20 سال مثلا مونده 15 سال در یه جایی مونده مردم میگن اینجا دیگه وطن جدیدش هست این هم وطن دوم حساب میشه در هر صورت محدود به زمان معین نکنه از اول نه اینکه بگه من اینجا سه سال میخوام بمونم 5 سال میخوام بمونم خیر یا قصد اقامت دائم داشته باشه یا به ای طولانی بماند که عرف اون شخص رو اهل اونجا حساب بکنه این هم میشه وطن دوم و نکته دیگر این که وطن دوم رو انسان لازم نیست وقتی انتخاب میکنه تمام سال رو در اونجا بماند ممکنه بخشی از سال رو مقداری از سال رو در وطن دوم بماند مثل ییلاق الان بعضی از افرادی که وطن اصلیشون قوم هست در اطراف قوم روستاهای قوم باغاتی دارن منازلی دارن مقداری از سال رو میرن در اونجا میمونن این هم میتونه وطن دوم باشه منتها چقدر از سال اکثر آیون مراجع میفرمن سه چهار ماه کافی است ولی حضرت امام رضوان الله علیه من شش ماه در سال رو اگر بنا دارد تا آخر عمر در اونجا بماند وطن دومش محسوب خواهد شد بنابراین یک شخص می تواند دو تا وطن داشته باشه و برخی از آقایون مراجع می که بیشتر از دو وطن هم مانعی نداره افراد میتونن بیش از دو وطن داشته باشن مگر حضرت امام رضوان الله علیه و بعضی از آقایون مراجع که فقط میفرمایند دو تا وطن بیشتر افراد نمیتونن داشته باشن